خشونت و پیشبرد روند صلح به زمین بگذارند. آقای خلیلزاد در توییت کوتاهی در پاسخ به اظهارات اخیر سخنگوی طالبان گفته که پایین گذاشتن اسلحه از سوی طرفهای درگیر در افغانستان از لازمه روند صلح است. آقای خلیلزاد افزوده طرفهای درگیر باید موافقت کنند که خشونت‌ها را کاهش دهند و این یک گام ضروری برای دستیابی به یک نتیجه در روند صلح است. مسئولیت اخلاقی نیز چنین ایجاب می کند. ما آماده این کار هستیم. پیش از این نیز آقای خلیلزاد از طالبان خواسته بود که برای ادامه گفتگوهای صلح باید سلاح خود را زمین بگذارند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان و زمین گذاشتن سلاح طالبان را یک مطالبه خیالی از سوی آمریکایی ها خوانده است. او گفته است خلیلزاد باید در فکر به زمین گذاشتن اسلحه از ما نباشد. عوض همچون مطالبات خیالی آمریکایی ها را تفهیم کند که دیگر از زور کار نگیرند و نه هم به خاطر ابقای اداره کواک کابل زیانهای بیشتر جانی و مالی را متحمل شوند. سخنگوی گروه طالبان بیان داشته آمریکا تکرار استراتژی های ناکام را متوقف کند چون نتیجه ندارد. بهتر از خلیلزاد عوض شفشف واجرت شفتالو گفته و عقایق جاری را بپذیرد. این در حالی است که ششمین دور مذاکرات نمایندگان آمریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر ادامه دارد. گفته می شود در این دور مذاکرات پیشرفتهایی به دست آمده اما جزئیات بیشتر در زمینه وجود ندارد. پیرامون این موضوع با مهمان من آقای آجی همایون کوچای رئیس اجرایی حزب ایواد بیشتر گپ می زنیم. خیلی خوش آمدید آقای کوچای. سلامت بسید. ممنون از کور اومدن. اول تلویزیون طولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. روسه لاغین قاسم خرالاس این پرمسی. آقای کوچای، حالا خواست آقای خلیلزاد را چگونه ارزیابی میکنین؟ آقای خلیلزاد به طالبان پیام داده که باید سلاحایتون را کنار بگذارین چون این یکی از پیشنهادها و لازمه صلح میتونه باشه. آیا واقعا طالبان در شرایطی که در روند گفتگوهای صلح کشیده شدن حاضر به این خواهند بود تا اینکه سلاحشون را کنار بگذارن و یا خیر؟ بالکل دا چې منګه باید یا افغان دولت او امریکایان طالبان هم باید یو قدرت په صفت وپیژني او که دیو قدرت به صفت نه پیژني وګوري نو اتلس کاله جګړه یې په څه شي وکړه. نو دا به امکان کله ولري چې یو سیاسي قدرت چې د سیاسي قدرت نه لري شوی او هغه اتلس کاله یو مقابل لور سره جګړه وکړي او ته به وروستۍ کې داسې هیله ترکې چې تاسې خپله سلا به ځمکه کړي او په دې صورت چې تا مخکې څه ویل او اوس څه وایې هیا مخکې د دوهې غونډې څه دا وکړې د هغو فایلې څه شولې ولې د هغو خلاف طرزالعمل مخکې ته وړي. نو کاملا دا یو ناسمه یو غیر اصولي وړاندیز ده چې خلیلزاد صاحب طالبان ته کړی. باید د یو بلې لارې نه چې هغه معقوله لارې په هغه کې د طالبانو د افغان دولت د نړیوالې ټولنې ګډې گاتی خوندی و سی داسی ولا نه. اما این که آقای خلیلزاد بیان کرده که سلاحتون را کنار بگذارین تا این که بتونه روند صلح تقویت بگرده و بتونیم دستاوردهای خوب داشته باشیم، این یک خاص غیر معقول میتونه باشه؟ بالکل. زکه چې دا تضمین و چی تو وجود داری دیدی تضمین شته ده چې آیا طالبان به سلاح کیری دوی به یو وقت دی طالبان چې سه خواستونه لاغی ته برسیدگی وکړي دا تضمین ورکولی شي طالبان ته؟ هغوی اوس یو قدرت ځانته وایي د افغانستان 70% خاوره به خپل ولکه کې بولي. اما نیاز نیست که برای اینکه ذهنیت در میان مردم به وجود بیاد مردم خوشبین بشن به روند گفتگوهای صلح، مردم ذهنشان باز بشن و امیدواری داشته باشن که ما در راه صلح قدم گذاشتیم. سلاح باید کنار گذاشته بشه، صدای مرمی باید خفه بشه و جنگ و دهشت و ناامنی تا زمانی که گفتگوها بتونه نتیجه پیدا بکنه متوقف بگرده. این را یک نیاز شما نمیبینید؟ بالکل دا یو نیاز ده، دا یو اړتیا ده به وشي. خاما د یو طرف نه نکیږي بد افغان دولت. حالا اینا هم گفتن که ما آماده هستیم برای اینکه بتونیم سلاحمون را کنار بگذاریم و یا هدفشون همون است که عملات تهاجمی را و یا جنگ را که روی دست گرفتیم متوقف بکنیم. این کار را طالبان هم باید روی دست بگیرن. تاسی که اوریدلی دی خلزاسه به تیر خبرو که یو دا و سی امریکایان به طالبان سر دا وعده سی و سی امریکایان به خپل محلویش سی کل افغانستان وزی دوی به دغه محلویش تاک طالبان جنگ بدیده سی دی امریکان یا خارجی قوای څنګه افغانستان ووزی باغ صورت به طالبان سلاګ دی او بيد کوم قید شرط برازی سول بل افغانانو سره کی خاما تر اوسه پوری دی خریزاد یا دی امریکا یا نړیوال ټولنی دا دریز معلوم نه سی ای نړیوال قوتونه به کل افغانستان ووزی په دې باندې خبر شوی ته تفاهم شوی ولی اوس نوري خبری پیدا کیږي.
دلته یو سوال ده کنه، ولی اوس نوري خبري پیدا کیږي؟ اه خبر ته ولی ادامه نه ورکي؟ نو دلته له خلکو سره سوال پیدا کیږي، له طالبان سره سوال پیدا کیږي، له افغان وګړو سره سوال پیدا کیږي. سي د خلیلزاد صاحب تیری خبرې د طالبان سره او اوس خبرو کې څه توپیر ده؟ مخکې خو دا خبرې نه وي، ولی د مذاکراتو په سر کې دا غوښتنه نه کوله؟ دا دومره وخت به ولی ضایع کیده؟ خب حالا بحث در این است که شاید مذاکرات تا حدی توانسته نتیجه ای را به وجود آورده باشه که آقای خلیلزاد این گونه یک مطالبه ای را کرده. خو که چیری داسی وای نو آقای با حتما منلی با خدا یو طرفه فریکړه ده، دا خلیلزاد صاحب طرفه فریکړه ده. ممکن دا خبره د مذاکراتو په میز باندې طالبان سره نه شریکه شوی. بله، چه فکر میکنین؟ حالا آقای زبیالله مجاهد سخنگوی گروه طالبان این مسئله را نپذیرفتن و اظهارات تندی را بر علیه آقای خلیلزاد بیان کردند که بیاین از این که هیوز این که شفشف میگوین با جرات بگوین شفتالو و حقایق جاری را به نوعی بپذیرین. این دیالوگ هایی که میان این دو مقامات روی دست گرفته شده چقدر باورمند است این که روند گفتگوهای صلح را میتونه آسیب برسانه و باز هم یک نوع تضاد را میان کسانی که بازیگران صلح هستند به وجود بیاره؟ کومې خبرې چې زبیح الله مجاهد د طالبانو ویان کړي دي، ممکن په طالبانو کې هم فرمایشتي خلک وي چې دا خبرې ورته وښایي، او دا خبرې به ممکن د یو وخته پورې دا به د طالبانو دایمي دریز نه وي، دا به یو لنډمهال دریز وي. ممکن دا خبرې ډېر زر بدون عمومي او به مقابل طرف کې هم ان شاء الله خفاق مقدس خلاصته، او ان شاء الله د خپل خودی ته ډیر زیات خوشبینیم چې صلح به راځي. خو ما هغه حقایق به بیان شي کوم باندې چې مخکې له مخکې نه پرېکړه شوي، هغه حقایق به رابرسیره شي، هغې نه به پرده لرې شي. کوم چې واقعا افغانان پرې جوړېږي هغه څه شی دی، هغه به موږ ته رابرسیره شي، هغه به وویل شي افغانانو ته، هغه به مخالف ډلې ته، طالبانو ته، افغان دولت ته به دا واضح شي. نو دغه نو ازارات به بیاره بینیسیم. آقای کوچه، آقای زبیالله مجاهد بیان میکنه که امریکا نباید که از زور کار بگیرد و نه هم به خاطر ابقای اداره کابل زیانهای بیشتر جانی و مالی را متحمل بشه. این حرف به چه معنی میتونه باشه؟ حالا امریکا در کدام مورد از زور کار گرفته؟ با درک جاری ساختن روند گفتگوهای صلح، زور در کجا وجود داره از دید شما؟ یو د میز خبری دی او یو د بریت خبری دی، یو د میدان نورد خبری دی. امریکا به میز باندې راغلی مذاکرات ته، خو ما په عمل کې ثابت نه ده. په عمل کې هماغه بریدونه روان دي، هماغه رقم کړنې روان دي. کوم ځای کې برید بند شوی ده چې اوس هغوی واقعا طالبان هم به دې پوه شي په دغه ځای کې برید نه ده شوی؟ یعنی اوس امریکا دې ته واقعا راضي ده چې موږ تاسو سره صلح کوو؟ هره ورځ بریدونه روان دي، هره ورځ د طالبانو مشران، طالبانو به پوستو، د طالبانو به مرکزونو باندې بمباری کرد. اما همین روند از سوی طالبان هم وجود داره. ما میبینیم که عملات تهاجمی از سوی گروه طالبان هم بر علیه نظامیان آمریکایی و افغان وجود داره. بس انداخ یو معلوم خبره ده کله چې تل مخالف دلی باندی گذار که عقبه پتا که. اما در بیشتر موارد حکومت افغانستان و نظامیان حکومت افغانستان علا حرکت های تدافعی و یا دفاعی با خود داشتن، تهاجم بیشتر در اینجا وجود نداشتن، اما بیشتر حرکت ها از سوی گروه طالبان تهاجمی بوده. بالکل. اما دلته یو شایده چه منگه باید لیوشی نفرده لریگو چه افغان دولت به دفاعی حالت که هیچ وقت کار شوی نه ده، موږ به که اصلي حقایقو ته لاړ شو. نه دا شی نه شته، یو ورځ ماته را وښیې چې بمبار نه شوی، یو ورځ ماته داسې را وښیې چې په یو مرکز باندې د امریکایي د بیبیلور تیارو له خوا نه هغلته طالبان وژل شوي نه. پس چه باید شود از دید شما وقتی که جنگ در اینجا وجود داره، تمام طرفهای درگیر متحد بر این هستند تا بر علیه دیگر مبارزه بکنن، چه اقدامی باید صورت بگیره؟ اول دا وشي چې افغان دولت او سره د امریکایانو خپل عملی بندی کی، نو لاغی وروسته نه با طالبان هم حتما خپل با عملی بندی. چه تضمینی در اینجا وجود داره؟ تضمین بدهی، تضمین بدهی دیر دلو ترمن زدهی چی حتما طالبان هم دیو چیش غختون کنی، بیو چیش جنگ کنی. ده خوبی یو شی معلومی، ده شی به پیداسی چی طالبان وست محل به چیش بانی جنگ کنی. طالبان این حکومت و این اداره را نمیخواه؟ نه. ګوري طالبانو چې څه ویل تاسو دي، هغوی د افغان دولت سره هر وخت مشکل نه لرو، موږ مشکل د خارجي قواو سره ده. در کنار اون مسله، حالا به شما میبینین که آقای زبیلو مجاهد، بازم من تکرار میکنم که اینا گفتن که امریکا نباید به خاطر ابقای اداره کواک کابل زیانهای بیشتر جانی و مالی را به دست بیاره. به این معناست که این اداره و این حکومت را در کل نمیپذیره؟ نه، دلته دی زبیلو مجاهد ممکن هدف دی چې نور طالبان امریکایان باید طالبانو بر وړاندې له زوره به کار وانخلي،
کوای خسته ممکن دوی هم د امریکایانو په مقابل کې له زوره کار واخلي. هغوی طالبان به دې ذهنیت دي چې دغه دولت د امریکا دولت ده او موږ د امریکا او د دولت فرق کوي. اما به یو صورت چې امریکا دوی شافری دي، موږ بین الافغانی مذاکرات کینو او امریکایی خپل مهاجرش رو تاکید کنه. همین اقدام را طالبان روی دست نمیگیره. چرا تن نمیتونه بر روند گفتگوهای بین الافغانی و آغاز نمیکنه روند گفتگوها را با حکومت کنونی کابل؟ تر اوسه پورې د افغان دولت آیا دا صلاحیت لري چې بغیر د امریکې له پرېکړې نه دوی به خپل سریزه کومه پرېکړه وکړي؟ پس این فراخوان هایی که آقای غنی داره میتکه که ما میخواهیم که حتی اگر صلاحیت نداره پس این صلاحیت 175 تن زندانی طالبان را که قرار است آزاد بکنه و اینا آقای غنی وعده سپردن که یک دفتر سیاسی را حاضر هستند تا در کابل برایشان ایجاد بکنن و روند گفتگوهای صلح را بتونن بین الافغانی و در قبضه خود داشته باشن، این اگر صلاحیت نیست چیست؟ یو شی به زده بندیانو باره که توی ما به ابدی که من در مطالعه داخل کرد تا حق بندیانو چه قیدونی پورا و حق بندیان نو چی دوی بینزکال لسکال قید پاتی و دوی خوش کردی این حرف را کی میگه؟ دا ما بخبال منی بحثی کردی چگونه این را چگونه شما بیان دا خلق دی چی دی مقامی لاری نم دی دوی لاغوسه چی بون خبری کردی دی لکورنی سر ما خبری کردی چی حتی دو کال یو کال شپاگ میستی فینزه میستی دو میستی وقتی فورده اوز د افغان دولت دغه سی موقع ساتلی خوش وکړه. اما دا هغه بندیان نه دي، هغه بندیان به خوش سی دي دغه په طالبان په صدحه کمانډان نه بندیان دي. تاسو ورسی باګرام تر دک دی ګوري ولی هغه نه خوش کی. اما شما چقدر باورمند هستین باید تمام مصلحت تنها از سوی حکومت افغانستان بتونه به وجود بیاین که نیاز است که گروه طالبان هم در اینجا ملایمت هایی را بتونن موجود بیارن و مصلحتی را در کل روی دست بگیرن و از این حرکت هایشان به نوعی بیان بکاهن. در اینجا نیاز است که طالبان هم اقدامی بکنن یا خیر؟ دلته هم طالبان تا یا مخالید لور تا هم ده اقدام بکرده چی دی افغان دولت بعضی اختنی به اومنی این دا اختنی به اومنی چی دلتا به غربان موشی ده او معقول اختنه ده او به اومنی. خب حال هدف از اون غربان هم اون گذاشتن سلاس چیزی که آقای خلیلزاد بگوشه هم میکنه به دی صورت چی امریکایان هم گوری افغان دولت نه امریکایان به خپل سلاح بزمکی که اما امریکایی ها حالا در میدان های نبرد آنقدر حضور ندارن. گوری امریکایان هر ورځ وصلا با خوگرنه که به هلمند که به شورک که هر ورځ دملی چو که در لعوهی بمبارون چو که در بیلور تیاری افغان دولت سری. خب الان اگر این گونه کار نشه و در کنار نظامیان حکومت افغانستان امریکایی ها نیستن، خب طالبان با حس سقوط ولایت ها و ولسوالی ها و واره و بیجا شدن مردم میتونن بگردن. دیگه شک نیستن، دیگه شک نیست دا کار بکیگی خامه خواه بکیگی فوز محل زید تست دیو منطقه زید سپارون زید تر اقلای ما کتلی میده بلزگون و بزرگون و کردی دی ننگرهار در با که ولسوال دی بنامه دی خوگیانی یه دی وزیر رو پسلگون و کردی لغه جنر روانی یو مسئله بلا مسئله دلتا به ادام منگی و شاید وین سو چه خلتا دی مخالفین دی لاسا دی طالب لاسا سکنی روانی دلتا که منگو سالیف سر صلح کو ایا دا مقابل لوری چی دا ووسی نوی جاب حج بوده کردی بنامه دی دایش هدی سر چکو یو اساسی خبر داده که حقیقت وای من به منابی د دو گروه پیدا کو من سر سالویخ دولت و کمک که اردوم جوڑه کلا پولیس هم جوڑه دره لکه اردوم پولیس درده دل هیا دی طالبان و منبی سوک دی دی مخالفین و منبی سوک دی ده به من پیدا کو ای دی من ولی دوم رضایی پی اوغان دولت ولی دوم رضایی پیدا او چه دوی دغه منبی نیست پیدا کولی او که پیدا کردی ولی ولی سر نشتری که ولی دیدی بزر بانی اقدام نکی دلت بعضی سوال ندیز به ده حج ممنون شما وقفی کوتاهی رو ببینید سری خدمت شما دوباره برمیگردیم. برای موفقیت در زندگی سرعت ضروری است. به همین دلیل ما بالای شبکه 4G اتصالات اعتماد دارم. با بهترین شبکه اینترنتی افغانستان بپیوندید و دو برابر اینترنت به دست بیاورید. بسته 4GB را فعال سازید و 4GB دیگر را رایگان به دست بیاورید. 4GB را به 3378 پیام نمایید. ستاره 8881 علامت نمبر را دایر نمایید و بسته دلخواهتان را انتخاب نمایید. با اتصالات آینده از شماست.
دایره 39 افشاگر فسادگران. دایره 39 مصمم است تر نو اسناد، مدارک و شواهد کتبی، صوتی و تصویری را که دلالت بر افشای فسادگران مالی، شرکت‌ها، بانک‌ها، نهادها، مؤسسات و مقامات حکمی و حکومتی نماید، جمع‌آوری نموده تا از طریق برنامه افشاگر تلویزیون افغان بزنس بخشون نشر گردد. بناهن، شهروندانی که چنین اسناد در اختیار دارند، می توانند با حفظ هویت و محرمیت اسنادشان را به دایره 39 تحویل و پاداش دریافت نمایند. دوباره شما را خوش آمدید میگم. بیشتر آگاهان امور و تحلیلگران سیاسی آقای کوچه به این باور هستند که هر اون چیز را که آمریکا بخواهد میتونه انجام بده. اگر آمریکا ادامه جنگ را بخواهد، جنگ میتونه وجود داشته باشه. اگر آمریکا صلح بخواهد، حتی در یک شب و در 24 ساعت میتونه که صلح را در سرتاسر افغانستان به وجود بیاره. حالا این اقداماتی را که آمریکا به نوعی روی دست گرفته و خواستار صلح در افغانستان است، شما چقدر باورمند هستین که آمریکا و آقای خلیلزاد نهایتاً موفق میشوند که طالبان را بر روند صلح بکشانند؟ که چی امریکا حقیقت نغاری چه با افغانستان که سول درشی؟ شما چه فکر میکنین؟ همین شکر اگر کنار بگذارین، آیا امریکا حقیقت میخواهد سول در افغانستان بیای خیر؟ یه تا روز پایر امریکا دانید اکسی با افغانستان که سول درشی. چرا؟ به دی خاطر چی؟ تا روز پایر امریکا دی کم هدف دوپر را غلی ده افغانستان تا حق هدف الاسن در آورد. چه هدفی هست؟ آخر بری دوی ترمنزی دب مختلف اخیخ نیمالو چون این سنگل در افغانستان. شما باورمند نیستین که آمریکا با تمام ضررها و زیانهای جانی و مالی را که در افغانستان به جا گذاشت نهایتاً حالا عقب نشینی کرده از عقب از منافع خود؟ اگه منافعی چی دوی اختلی مثلا چه منافعی؟ دل امریکایان در اختلی چی با افغانستان که دوی التیو نیزمی اردیو لری هاو دل دی زینه هاگه و القربتون چی دوی سره پر رقابت کری اقل دی جینه زیب پکی سیده یو خد جغرافیا و یه غول فار. یعنی شما باورمند هستین که آمریکا با توسط چه چیزی میتونه منافع خود را در افغانستان به دست بیاره؟ بلکل گوری کلا چی با افغانستان که روسانو مجاهدین چه تا میلول شتنگر چه بر کول اگه وقتی دی امریکا حدا با افغانستان که چی شو اگه وقت خویت خبره نوا سیده امریکا دلتا دی پخو رفکی گو دا با افغانستان زاریت هستن نو همه آقا وقت چې دلته به افغانستان او امریکا ته به نظامي اډیو ولري دلته به د چین د روسیې د نورو اول قدرتو په مقابل کې یوه دفاعي اډه ولري چې تر څو دغه هیوادونه د دوی د قدرتو مخنیوی به وشي دا د دوی هدف و او ممکن د دې په شکل نور اهداف هم واوسیږي طالبان چا ته میلول آیا طالبانو د سلا دلته ذخیرې درلودې دوی د معاشاتو دلته ماشینونو د پیسو در له کومه کېدي که منگه او گورو نه در طول اقا وقت که امریکا را کل او سیم را که تو ورس زرو مجایدون را پوتن نمکر تا چه تا میدوالی اقا وقت که داغ جنگیر دالی امریکا تا میدوالی ممکن او سیم تا میلگی طالبان داغ اصلاحی لکو مکی چه اقا دوربیندار را چه تروس پوری یو سوال دلده تروس پوری اردو سرنسته کماندو سرنسته خاص واکون سرنسته اه طالبان دا سلا لکو مکی دشپی لیزری سلادی و سر اسکار سر نیه که لپوستین بیا بدی سر اما باورمند نیستین که نهایتا آمریکا از جنگ افغانستان شاید خسته شده باشن سرو سپوری زی فکر نکومه اما با تمام اعتراضاتی که مردم آمریکا، کانگرس آمریکا، مالیه دهندگان آمریکا که پولشان در مصرف و جنگ افغانستان به مصرف میرسن اینا انتقاداتی را که برای جنگ چندین ساله افغانستان روی دست داشتن آمریکا را وادار نمی‌سازد تا دست از این وضعیت بردارد در افغانستان ممکن یو څه فشارات چې راغلي بله اما دومره فشار ته نه راغلی چې دوی د افغانستان ته واقعا صادقه سي دومره فشار لا نه راغلی او واقعا دوی لا په دې باندې باورمن نه دي چې دلته حق څه چې دوی غوښتل چې آقای خلیلزاد را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ چگونه فردی است با درک اصالت افغانی که داره؟ زه د خلیلزاد صاحب نه داسې درک لرم خلیلزاد صاحب هم یو فرمایشتي سړی ده هر څه چې د ټرمپ د ادارې نه ورته وویل چې د هغې نه هغه وایي دی خپلې خبرې هېڅ نه لري که د خپلې خبرې درلودلی او دی واقعا صلاحیتمند دی خو په تېرو خبرو به یې چې کومې خبرې تېر وخت کړي وي هغه ولې عمل نه کوي ولې نوې خبرې دنته راوړي که ده چېرته بین الافغاني مذاکرات غوښتل نو اوس هغه وخت کې ولې نه غوښتل شپږ میاشتې مخکې وخت کې دا غوښتنه ولې نه کوله چې اوس کوي اما باور ندارین که آمریکا در تپ و تلاش همین است تا اینکه بتونه این روند بین الافغانی بسازه زیرا که چیری واقعا آمریکا وارد به افغانستان که سول را ولی
درې شیان زده توم دا به وشي طالبان زر بی قید و بی شرط بل ترازی چه چی صحیح یو با امریکایان خارجی کو به ځان د فار محل وشته کی په دغه محل بل افغانستان وشي اما رفتن آمریکایی ها را در افغانستان با درک ارزندام کردن گروه داعش در افغانستان و پدیده های تروریستی دیگر و با درک تمام چالش هایی که در درون حکومت ما وجود داره شما بسندیده میبینید؟ یوشه زیر از مستخبر خبرتان بل حق ظالمان چه داخل دی قدرت کی دی فیلید دولت که کسان چیز دوز بزرگ دی دولت کار کی دست کسان به دیدارو کشتر بلور پستو کار کی دا به یوز بپلشی چه کسانی هستن اینا در کجا هستن؟ لوارپوری چارواکی دی دمتق فیلی دولت لوارپوری چارواکی دی دوی او دریم باید دلتا دی قانون پرولان دی هر سرای به احترام و داری و دی دا بای از خلط زهنیت سازی و سی دا دریشن کتامیم با اقوانستان که انشاءالله صلح با آور از رسی ستا خبر رزیم داعش خواه آیا داعش چی به وصاحا کی فال رادیو لری منش کولی چی به دی قدرت بانی دا بای نویس ولی نمرو ای چې داعش د خپل راډیو لارې نه هر ورځ په لسګونو خلک دعوتوي په سلګونو خلک دعوتوي اول ته ورجي جابوز یې نو باندې کار نه کوي موږ نشو کولی چې هغه دل نابوده کړو بل د دې او تمیل کننده څوک دي دا څنګه شي یو دم را فایده شي نه بحث دارین از که حالا آیا واقعا داعش مثل طالبان میتونه یک تهدید جدی برای افغانستان به حساب بره اگر بعد از پیوستن طالبان ما نگران این باشیم که داعش چه خواهد کرد بالکل که اما این اثرات را حکومت افغانستان نمیپذیره افغان دولت به دا اومنی کنی ویس دا فیلی او بوری حق صحو که چه طالبان نشته داعشان لاغین ارجیات افغانان بسن کردی اما داعش دیدگاه آگاهان نظامی و حکومت بر این است که گروه داعش با رسم و رواج و عنعنات مردم افغانستان اصلا تطابق ندارند و مطابقت ندارند اینا گروه های پدیده های خارجی هستند که از شام و عراق و سوریه آمدند و مربوط به همون مردم و همون سرزمین ها میشن داعشی به بیام منو سین نه سوریه راغلی نه له مصر راغلی نه له کوم بلجی راغلی په کوم لار راغلی څنګه بیا دی افغانستان باندې یاره کوڅه کې دوی بل څه هم دغه افغانان دي د یو څو مردارو روپۍ په مقابل کې دي یو چا پروژه دره جیک سوي دي او نیت نه لې یو جن راغلي ورسه وی ګوري هغه چې باغې کې بندیان دي ته ماته یو کس راوخی چې خارجي پی یو دوه دانی خراب په پنځه دانی کس نه خراب کوي ټول افغانان چې کوم د ایشان یو څه ټول افغانان دي چې پښتون ته کوم دي د دې ساره کې کوم دي کوم دي د شنوار فرماندهی شان در دست چه کسانی هست حالا اگر جنگجویان افغان هستند فرماندهی اینا چه کسانی هستند دیدی هغه امر ورکون کې دا که بیرته راسو ممکن د دې تر شا هم د امریکایانو لاس زه فکر نه کوم زه هیڅ نه وایم د داعش په باره کې زه هیڅ نه وایم د دوی د فرمانده ابو بکر بغدادي ځان مشر بولیم زه دا نه تاییدوم او نه دومره په کم وخت کې څنګه کولی شي دا ټول شپږ اتلس هیوادونه یا شل هیوادونه دوی ونیسي دا خو یو له ذهنه وتلی خبر ده بیا هیڅ امکاناتو چې ګورئ سلاف امریکا لري نه بودیجه لکوم خوانه خیلی دی بل دومره جنگلی څنګه جذبی دی بل تا طول سوال ندی به جواب سی خیلی خوب حالا نهایتا برای اینکه ما بتوانیم که صلح را در اختیار خود داشته باشیم و حکومت افغانستان در اختیار خود داشته باشه و ما بتونیم لاحقل در ماه مبارک رمضان بتوانیم که به آتش بسی را داشته باشیم چه اقداماتی نیاز است که از سوی هر دو طرف روی دست گرفته باشه دیدوار طرف ده پکار دی چیو امریکایان که واقعا غواړي چې د افغانستان له سولې نه لاسو بس یو زمان بیرته موجود وي بیا هماغه شي تر هغه چې امریکایان به خپل محلش وټاکي چې په دغه محلش موږ وځو له هغې وروسته طالبان انشاءالله دې ته حاضر دي افغان دولت هم دې ته حاضر ده چې دوی بلکې امی دې روزي بمیاست کې نه باید هر ورځ هر کال له دې وروسته په افغانستان کې یو اوربن وشي او اوربن بلکې نه دا خلک چې و جنګ کوي دا به د افغانستان لپاره خدمت کوي دا ولی افغانستان به سرسبزی که کار که که اغر داره یه شده به بل اضافه که گوری که طالب ده که اردو ده که پولیس ده ده افغانان دی او هر خواهد سمری دیدی ضرر دی ملک دی خاوری تو ده بدی به منگ او پوهیگو او به طالبان افغان دولت هم بدی او پوهیگو چی هر چی تا سمری یو افغانی اما امین کسانی که شما بیان میکنین همه افغان هستند همه برادر هستند خب دارن برادرها هم دیگر را از بین میبرن دارن هم دیگر را قتل قتال میکنن دلتا یو گیم لو بل سایت این گیم را چه کسانی دارن میکنن در عقب این گیم چه کسانی است در گیم
که بیته بیا منگا زوار فکر کو ممکن دیدی تر شاید دی امریکا راسی. اما چرا پس اگر افغان ها ما هستیم، اگر برادرها هستیم، چرا فریب این گیم ها را میخوریم؟ چرا ما حاضر میشیم که تن بتیم به این گیم ها؟ من ذکر چی من لدیر مجبوری سر مخم که اگر کم مجبوری ته اقتصادی استقلال نلری، ته سامیل تزاریت لری، چه اگه من بیال تره داشه نلری، تو مثلا تیل نلری، تا تنگ نلری، تا سالان نلری بناند دغه امکانات مقابل کې ستاتي څوک درکې استال وجود نه استفاده کوي تا دی طالب دی افغان دی طالب په نامه یو ګرو دی افغان اردو په مقابل کې به جنگ اخته کړي اما دا اصل خبر دوی مجبوریت نه وسو غره هدي دا جنگ به شش پیدا ده جنگ به موږ څوک په ملکی اویا فیصد تکړه ځوانان بیکار دي آیا دغه کسان په بل خلک کومې خاطر جوړي ولی د نور بیکاری زیاته ده دلته وګوري یو سل څلور په 500 میلیارد ډالر کمک وشو اما سالهای متمادی است که پروژه های متفاوتی رو مردم افغانستان متحمل میشن اگر بیکاری با اقتصاد ضعیف شاید که 10 سال و یا چند دهی وجود داشته باشه اما ما از چندین سال قبل متوجه هستیم که گروه های متفاوت افراد متفاوت بنام های متفاوت دارن ظهور میکنن در افغانستان آیا فقط اینجا مسئله بیکاری و فقر میتونه در اینجا وجود داشته باشه بالکل من دلته تروسه بر تسلیخ کاله کی سیندی پاکر سره مخامخ یو خبر بل به تسلیخ کالو کی به بدی ملک به تسلیخ کالو به دی ملک څلور میلیونه وګړي تانه شایدان سوی دی دی څلور وګړو میلیونه کی حداقل که 3 میلیونه وګړو منګه دی کور خوندان یعنی واده والا ولرو اولادینه اولادو خلقونه پینزه پینزه اولادو نفاتی نمونگ در پینزه ایش میدونم خب آقای کوچه به عنوان آخرین پرسش خیلی کوتاه. آلا بخواست آقای خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان آیا واقعا شما نیاز میبینین طالبان صلاح خود را پایین بگذارن یا خیر خیلی کوتاه. هر وقت که منگه دقا نیاز گورو چی باید هر مخالف داله دیدی افغانان به مقابل که صلح کیتی دا واقعا نیاز ده دا واقعا دی هر وقت نیازم ده اما دغه نیاز به داسې نسی چې باید له مخالف ډلو سره باید دا ضمانت موجودی که دوی د اصلاح کې دوی نه پای مالیک بله تشکر خیلی ممنون آقای آجی اماین کوچه رئیس اجرایی حزب هیواد ممنون از این که آمدین سپاس شما این بود برنامه تحلیل روز در این نیم ساعت خدمت شما تقدیم گردید ابراز سپاس امتنان از حضور شما شما را دعوت میکنم تا در سرتاسر کشورهای جهان از طریق ستلایت های یاسد و ترکمنسد و از طریق صفحات فیسبوک و همچنان تویتر و یوتیوب ما را مشاهده بکنین و دیدگاه و نظریاتتان را سهیم بسازیم ممنون از حضورتان افغان بزنس کلاب من حیث فراهم کننده، تسهیل کننده و مشاوره دهنده به شرکت ها و افراد به خاطر شرکت در تجارت های مختلف عرضه خدمات می نماید. بناهن اگر تجارت تولیدی، خدماتی یا شرکت وارداتی عایداتی دارید اما می خواهید تجارتتان به شکل شراکت با فروش سهام انکشاف یابد و پرمنفعت گردد و یا اگر پول نقد بالاتر از 5000 دلار دارید اما سیستم عایداتی ندارید و به دنبال شریک مطمئن سرمایه گذاری منفعت و شراکت در تجارت ها با خرید سهام شرکت ها در کابل هستید با ما تماس بگیرید زیرا ما باور داریم بدون شراکت در حایت و بدون خرید و فروش سهام موفقیت و منفعت در تجارت امروزی بعید است. هموطنان گرامی برای از بین بردن زنگ زدگی کافی است فلز را 24 ساعت در نوشابه گازدار قرار دهید و به نتیجه مطلوب برسید. نوشابه گازدار می تواند ماده مناسب برای زنگ زدگی آهن، جرمگیری کمود و درخشندگی تایرهای موتر باشد. استفاده از این نوشیدنی پرطرفدار سالهاست توسط برخی از کشورها ممنوع اعلام شده است. پول، سرمایه، اسکناس، سود، نقدینگی، وجه مال، ثروت، امکانات و رفاه خوش اومدین. اسمشو هر چی میخواین بذارید. پول میتونه باعث شکست یا پیروزی ما بشه. تو سالهای گذشته پول باعث شکست خیلی از اسمهای بزرگ تو وال استریت و لندن شده.